فقط خبرها. کاهش درگیری بین نیروهای ترکیه و کردهای سوریه در روز چهارم آتش بس. مجروحان از شهر رأس العین بیرون برده شدند. با شما هستم از مرز ترکیه و سوریه، مشرف به شهر رأس العین، جایی که شبه نظامیان کرد در حال خروج از آنند. ادامه اعتراض‌ها در لبنان، استعفای وزیران مسیحی در دولت هم معترضان را راضی نکرد. تأخیر چند روزه در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اتحادیه اروپا میگوید نتایج نباید دعوا به پا کند. و پرونده دنباله‌دار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا میگوید سر فرصت به تقاضای بریتانیا برای تعویق برگزیت پاسخ میدهد. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. ارتش ترکیه میگوید در حمله شبه نظامیان کرد در نزدیکی شهر مرزی تل ابیض در سوریه یک سرباز ترکیه کشته و یک نفر دیگر هم زخمی شده. ترکیه هفته پیش با میانجیگری آمریکا با آتش بس در این منطقه موافقت کرد. قرار بود پیشمرگه‌های کرد تا روز سه‌شنبه از مناطق هممرز با ترکیه عقب نشینی کنند. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته سربازان آمریکایی باقی مانده در شمال سوریه به عراق منتقل خواهند شد تا جلوی قدرت گرفتن دوباره داعش در عراق را بگیرند. ما همچنان با نیروهای دموکراتیک سوریه در منطقه در تماسیم. تا جایی که میدانیم و خودشان به ما گفتند، آنها همچنان دارند از زندانهای محل نگهداری نیروهای داعش در مناطق تحت کنترلشان محافظت میکنند. البته که در سطح نظامی رایزنی خواهیم کرد که گام بعدی عملیات ضد داعش چه خواهد بود. این یک دغدغه مهم برای من است. تنها دغدغه مهمترم حفاظت از نیروهایمان است که از سوریه بیرون میآیند، ولی باید روی جزئیاتش کار کنیم. و یک بار دیگر بگویم این دلیل اصلی دیدارهای این هفته من با همپیمانان و شرکایمان است. مارک اسپر بود، وزیر دفاع آمریکا. اما همزمان ساعتی پیش گزارش شد که یک کاروان بزرگ حامل نیروهای مسلح کرد و مجروحان از شهر رأس العین سوریه در نزدیکی مرز ترکیه تخلیه شدند. به گفته شاهدان عینی این کاروان شامل حدود 50 خودرو از جمله تعدادی آمبولانس بوده. آخرین تصاویری هست که می‌بینید این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که گزارشی از تخلیه نیروهای کرد از مناطق درگیری منتشر می‌شود. پیشتر کردها ترکیه را متهم کرده بودند که اجازه نداده مردم از این شهر خارج بشن. مرداد فرهمند خبرنگارمون از شهر جیلان پینار در مرز ترکیه و سوریه با ماست. مرداد، همونطور که گفتیم پیشتر کردها در واقع نگران بودند از اینکه اجازه بهشون داده نمیشه که مجروحانشون خارج بشند از این منطقه، ولی حالا خبرهایی رسیده که ظاهرا این اجازه داده شده و راه باز شده برای ما. درسته، و بنابر قراری که اساساً موقع اعلام این آتش بس پنج روزه گذاشته شد این بود که آمریکایی‌ها با ترکیه توافق کردند که در این فاصله راه امنی باز بشه برای شبه نظامیان کرد و مجروحانشون که این شهرهای شهر رأس العین رو که درگیری در اون جریان داشت ترک بکنند. اما شبه نظامیان کرد متهم می‌کردن ترکیه رو که این امکان رو بهشون نمیده، بلکه اونها رو در محاصره قرار داده و همون طرح پیشین خودش رو می‌خواد عملی کنه که اونها رو در شهر زیر محاصره سرکوب بکنه. گرچه بعداً یک گروه، همونطور که اشاره کردی، روز گذشته بود که نخستین کاروان مجروحان و همچنین بخشی از شبه نظامیان از شهر خارج شدند و امروز دوباره کاروان دوم از اینها که اشاره کردی 50 ماشین بوده که تعدادی از اینها آمبولانس بودند، شهرها رو طبقه شهر رو ترک کردند. شهری که پشت سر من میتونید ببینید که در رابطه به خاطر که هوا رو به تاریکی است یک مقدار دید شاید سخت باشه، در اونجا شهر در آرامش به سر میبره. هرچند در یک ساعت گذشته ما دیدیم که از شهر دود بلند شد
که این میتونست هم برای سوزاندن لاستیک باشه، برای کور کردن دید پهپادها، یا اینکه این هم هست که شبه نظامیان کرد هنگام خروج حتی انبار مهماتشون یا چیزهایی رو که داشتند و زمانی رو ندارن برای اینکه اون رو ترک بکنند، اون رو با خودشون ببرند، اونها رو میسوزونند و شاید این دود ناشی از اونها باشه. اما در افق دورتر هم دود نشان دهنده این هستش که در واقع محل استقرار نیروهای شبه نظامی کرده که خیلی دورتر از طلبیات هستند، مواضع تازه‌ای که در اونها مستقر شدند. و باز هم گفتم، همونطور که گفتم، دودی که هم ناشی از درگیری میتونه بشه باشه و هم ناشی از اینکه برای کور کردن پهپادها. بدین ترتیب اگر این خروج شبه نظامیان کرد از رأس العین ادامه پیدا بکنه، عملا دو شهر سوریه در کنترل ترکیه در خواهد آمد، دو شهر تل ابیض و رأس العین که در اون منطقه قرار دارند که ترکیه اون رو به عنوان منطقه حائل میخواد در نظر بگیره. و بعد از این پنج روز، بعد از این آتش بس پنج روزه، ما باید منتظر چه باشیم؟ فکر میکنی که درگیری‌ها دوباره از سر گرفته بشه یا یک ثبات حداقلی در اونجا شکل بگیره؟ اگر که بخواد این آتش بس ادامه پیدا بکنه و درگیری یا عملیاتی که ترکیه اعلام کرد پایانش اعلام بشه، آقای اردوغان یا دولت ترکیه به اهدافش در اون زمان نرسیده، بلکه فقط به بخش کوچکی از اهدافش رسیده و اون هم صرفاً دو شهر تل ابیض و رأس العین خواهد بود، در حالی که میدونیم که هدف او این بود که در منطقه به طول 400 خورده کیلومتر و عرض 32 کیلومتر منطقه حائل ایجاد کنه. یعنی منطقه حائلی فقط بخش کوچکیش ایجاد شده. در نتیجه اینکه بخواد این آتش بس پنج روزه ادامه پیدا بکنه به معنی پایان درگیری باشه، تنها در یک صورت امکان پذیره و اون هم عقب نشینی آقای اردوغان که میتونه نتیجه فشارهای خارجی باشه، و به خصوص اینکه او در روز پایانی آتش بس که پس فردا باشه قراره که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ساحلی سوچی دیدار بکنه و شاید که در اونجا توافق‌های بین این دو صورت بگیره درباره آینده این عملیاتی که ترکیه اعلام کرده. هرچند همونطور که گفتم اگر در این مرحله بخواد متوقف بشه، در واقع به نوعی برای آقای اردوغان معنیش عقب نشینی و دست نیافتن به اهدافش خواهد بود. ممنونم ازت مهداد. مهداد فرهمند خبرنگار ما از مرز ترکیه و سوریه. منابعی در اسرائیل گفتن که یک مقام بلندپایه این کشور در نشست امنیتی بحرین در منامه شرکت می‌کند. بحرین، آمریکا و لهستان که به طور مشترک میزبانی این نشست را بر عهده دارند، می‌گویند هدف اصلیشان مقابله با به گفته آنها تهدید ایران در خلیج فارس است. پیشتر روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده بود دانا بن نویسی گبی، مدیر اداره امنیت منطقه‌ای و مقابله با تروریسم در وزارت خارجه اسرائیل، در این نشست حاضر می‌شود، ولی بعداً نام او را بر اساس آنچه ملاحظات امنیتی اداره سانسور ارتش اسرائیل خوانده از گزارش حذف کرد. نشست بحرین از روز دوشنبه به مدت دو روز برگزار می‌شود و عربستان، امارات، کویت و عمان در آن شرکت می‌کنند. پلیس ایران میگوید برای مقابله با حیوان آزاری شعبه ای را برای پایش جرم های محیط زیستی و برخورد با آنها راه می اندازد. وحید مجید، رئیس پلیس سایبری ایران موسوم به پلیس فتا، گفته سازمان محیط زیست ایران همین حالا هم در فضای مجازی حیوان آزاری را رصد می کند، اما پلیس بنا دارد این کار را تخصصی تر کند. در سالهای اخیر و با توسعه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ایران، تصاویر و گزارش‌هایی از موارد حیوان آزاری منتشر شده که در مواردی واکنش مسئولان را هم در پی داشته. منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت حسن روحانی گزارش دادند که حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، که روز چهارشنبه گذشته برای گذراندن 5 سال حبس خودش را به زندان اوین معرفی کرده بود، به مرخصی رفته. آقای فریدون در اتهام گرفتن رشوه محکوم شد و 5 سال حبس قطعی گرفت. او پیش از رفتن به زندان نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد و در آن گفت که پرونده‌اش با استناد به مواردی است که با شنود غیرقانونی از دفتر رئیس جمهوری ایران به دست آمده. تماشای مسابقه‌های مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا که در ارومیه در شمال غربی ایران برگزار می‌شود برای زنان آزاد است. بر اساس گزارش‌ها 1/4 از ظرفیت ورزشگاه 6000 نفری محل برگزاری مسابقه‌ها به زنان اختصاص داده شده. پیش از این هم مقام‌های استان آذربایجان غربی به زنان اجازه داده بودند به تماشای مسابقه‌های هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال در ارومیه بروند.
مرحله مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا با شرکت 7 تیم از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و 4 تیم برتر به مرحله نهایی این رقابت‌ها که اسفند ماه در ترکمنستان قرار است برگزار شود صعود می‌کنند. تظاهرات ضد دولتی در بیروت پایتخت لبنان برای چهارمین روز ادامه دارد. تظاهرکنندگان به گرانی اقدامات ریاضتی و بیکاری معترضند. آنها دولت لبنان را فاسد می‌خوانند و خواهان برکناری آن هستند. سعد حریری نخست وزیر لبنان 2 روز پیش به احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی این کشور 3 روز مهلت داده بود تا با اصلاحات مورد نظر او همراهی کند. پرهام قوادی گذشت بود. بازگشت تظاهرکنندگان لبنانی به خیابان‌ها برای چهارمین روز پی در پی در اعتراض به فساد دولت مردان، بیکاری و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی. تظاهرکنندگان از اقشار مختلف در اتحادی کم سابقه خواستار برکناری کل حاکمیت هستند. اینجا معترضان شعار نان، آزادی و عدالت اجتماعی میدهند. وقتی این صحنه رو میبینم که مردم از ادیان مختلف به خیابون میان، این خودش انرژیه. وقتی میبینم سنی، شیعه، مسیحی و در روز از همه مناطق اومدن و براشون مهم نیست از کجا میان و چرا، همه دست به دست هم دادن و این به تنهایی انرژیه. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز جمعه به همپیمانانش مهلتی 3 روزه برای اصلاحات اقتصادی داد و تهدید کرد اگر به خواستش گوش ندهند دست به اقدامی جدید خواهد زد. در رسانه ها این حرف او به استعفا تعبیر شد. حزب تصمیم گرفته وزرایش از دولت بیرون بروند تا خواسته های ما برای دولت جدید محقق شود که با اکثر وزرای فعلی فاصله زیادی دارد. حریری سنی مذهب حمایت غرب و کشورهای حوزه خلیج فارس را دارد و کنارگیریش یعنی نفوذ بیشتر حزب الله و همپیمانانش، چیزی که شاید باعث قطع کمک‌های کشورهای عربی خلیج فارس شود. دیروز از 4 وزیر حزب مسیحیان لبنان از کابینه ائتلافی کنارگیری کردند. فشاری مضاعف بر دولت. حسن نصرالله رهبر حزب الله از دولت فعلی لبنان حمایت کرد، اما هشدار داد افزایش مالیات به انفجار خشم معترضان می‌انجامد. این دور از اعتراضات به دلیل تصمیم دولت برای مالیات بستن بر روی تماس صوتی در واتساپ بود، تصمیمی که دولت از آن عقب نشینی کرد، ولی شعله خشم معترضان خاموش نشد. البته نارضایتی لبنانی‌ها از وضع موجود فقط به آتش زدن تایر ماشین‌ها و بستن خیابان ختم نمی‌شود. معترضان به تغییر امیدوارند و امیدشان را اینطور نشان می‌دهند. پرهام قبادی، BBC. تصاویر زنده داریم از بیروت، جایی که همونطور که گفتیم برای چهارمین روز پیاپی هزاران نفر به مرکز شهر اومدن و تظاهرات علیه دولت ائتلافی ادامه داره. بسیاری از تظاهرکنندگان میگن که خواستار یک انقلاب هستند. تصاویر زنده داریم میبینیم از بیروت. اما محمد جواد اکبره این روزنامه‌نگار با ماست از پاریس. آقای اکبره این سالها در لبنان زندگی کردند. آقای اکبره، همونطور که گفتم این چهارمین روز تظاهرات هست و عملا کسانی که وقتی نگاه میکنم به تصاویر خیلی ها خواستار انقلاب هستند. آیا اونها اصولا این افرادی که در خیابان ها اومدن در بیروت در این 4 روز گذشته چه گروه هایی هستن، از چه طیفی و چه نظراتی دارن؟ الان که داشتم میومدم برای این گفتگو، آخرین خبرها رو که نگاه کردم دیدم رئیس دانشگاه لبنان هم اعلام کرده که درس ها تعطیل، امتحانات رو به تعویق انداخته تا وضعیت روشن بشه. برخی از مدارس هم همینطور. این نشون میده که این داستان ادامه داره. اینکه چرا به جای اینکه بعد از اظهار نظر آقای نخست وزیر، برخی از رهبران احزاب و طوائف، ماجرا به جای اینکه کمی مهار بشه داره گسترش پیدا میکنه، علت اصلیش عدم اعتماد مردم لبنان از طوائف مختلف به وعده های حاکمیت. این که میگم حاکمیت، یعنی مشکلشون با دولت فقط نیست، با مجموعه کسانی است که دارن این کشور رو اداره میکنند، اهم از رئیس جمهور که مسیحیه، رئیس پارلمان که شیعه هست و رئیس دولت که سنیه. علت این که شهرهای مختلف هم در این ماجرا وارد شدن، یعنی دیگه فقط بیروت نیست، این برای اولین باره که تظاهرات به تمام لبنان کشیده شده. الان زاهیه جنوبی بیروت که مرکز شیعیانه و نبتیه که مرکز شیعیانه و سور که مرکز شیعیانه، همونقدر
مردم بیرون اومدن که در ترابلوس که مرکز اهل سنت هست و در برخی از مناطق مسیحی نشین. این نشون میده عدم اعتماد عمومی به راهکارهای حاکمیت در مجموع رو، و اینکه در خواسته ها هم میبینیم که مردم میگن ما دیگه تقسیم طوائف رو برای حاکمیت نمیخوایم، میخوایم دولتی بیاد فراطائفی و متخصص و تکنوکرات. اصولا چه این چیزی امکان داره؟ یه مشکلی که وجود داره اینه که الان در این مرحله مثلا آقای سعد حریری 72 ساعت پریروز مهلت داد، یا آقای نصرالله اومد گفت که باید برنامه‌ای بریزیم و مثلا این دولت نباید ساقط بشه و ما باید یک راهکار اصلاحی رو در پیش بگیریم. سوال مردم اینه، یعنی این مصاحبه ها رو من در 2-3 روز گذشته از شبکه های لبنانی دنبال میکردم، برای مهم بود تظاهر کنندگان چی میگن. سوالشون این بود، مثلا از آقای حریری، در گذشته چه اتفاقی باید میافتاد که نیفتاد؟ شما در این 72 ساعت میخواید اون اتفاق رو ایجاد بکنید، یا چه راهکاری قرار بود پیدا کنید؟ قبلا پیدا نشده بود، این 72 ساعت میخواد پیدا بشه. یا آقای نصرالله وقتی خودشو کشید کنار یه جوری از موضع اپوزیسیون صحبت کرد، شعارها رو دیدیم، مردم شعار دادن که نصرالله هم یکی مثل بقیه، ترجمه شعارشون این بود، یعنی خودتو کنار نکش، با همتون کار داریم. یا مثلا دیدم بعضی از مصاحبه کننده ها میگن میزان فساد و تباهی که ما در این چند سال در لبنان کشیدیم این سوالو برای ما ایجاد میکنه که اسرائیل با ما چیکار کرد که حاکمیت ما با ما نکرد. میخوام بگم وضعیت چنان پیچیده هست که نه این وعده ها راه به جایی میبره و نه واقعا معلومه که در این زمان کوتاه راهکاری وجود داره. شاید میبایست قبل از اینکه خشم مردم به این حد از انفجار برسه، حاکمیت در مجموع به یک راهکاری برای عبور از این وضعیت میرسه. ولی مردم آیا راهکاری هم دارن؟ البته بگم همزمان با صحبت های شما داریم تصاویر زنده میبینیم از بیروت، آیا جایگزینی آلترناتیوی وجود داره اگر جایگاهی که مردم میگن خواستار سقوط نظام هستند، آیا جایگزینی هم هست؟ به نظر نمیرسه در شرایط کنونی جایگزینی باشه. بخشش مشکل قانونیه، یعنی تقسیم حاکمیت بین طوائف در قانون پیش بینی شده، اما عملا الان با توجه به این که توازن هم به هم خورده، یعنی مثلا بخش شیعه الان برای خودش ارتش اختصاصی داره، سایر طوائف ندارن، و در 24 ساعت اگر حزب الله میخواد کمان که سال 2007 انجام داد میتونه بیروت رو اشغال بکنه. این عدم توازن باعث شده که عملا الان این اشتراک طوائف در حاکمیت مشکلی رو نمیتونه حل بکنه، فقط تبدیل به گروکشی شده. یعنی حریری میخواد یه کاری بکنه، مثلا میگه حزب الله نمیذاره، حزب الله میگه ما یه طرحی داریم مسیحیان نمیذارن. این گروکشی باعث شده که حکومت لبنان الان با بیش از 86 میلیارد دلار بدهی خارجی عملا قفل شده و قابل و امکان پاسخگویی به مردم رو نداره. ممنون از شما آقای اکبری مهاجرجو، اکبری روزنامه‌نگار از پاریس. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات تنها در چند روز خواهد بود و پس از تصفیه آرای پاک از ناپاک نتیجه به زودی اعلام خواهد شد. یک روز پس از اعلام تأخیر در انتشار نتایج، گلبدین حکمتیار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این تصمیم را غیر قابل قبول خوانده و گفته برای برگزاری یک انتخابات شفاف باید یک حکومت موقت روی کار بیاید. در همین حال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از همه طرف‌ها خواسته تضمین کنند که نتایج انتخابات زمینه جنجال‌های بیشتر را فراهم نخواهد کرد. نسرین نوا گزارش می‌دهد. انتقال آخرین اطلاعات از این دستگاه‌ها به مرکز اطلاعاتی. کمیسیون گفته که به زودی این کار تمام می شود. پس از آن آرای بایومتریک نشده از آرایی که دارای بارکد است جدا می شود. کمیسیون انتخابات دیروز اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را به تعویق انداخت، به دلیل همین تصفیه آرا که هنوز راهی در پیش دارد. حالا مسئولان کمیسیون انتخابات می گویند این فرصت باعث می شود نتیجه انتخابات کاملا شفاف باشد. بالاخره سرانجام پس از تصفیه آرای پاک به دست می آید. اگر کسی 51 را تکمیل نکرد، طبعا انتخابات به دور دوم می رود و ما این را به مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد. ولی اگر کسی این رقم را به دست آورد، نتیجه ابتدایی همان نتیجه نهایی خواهد بود.
اگرچه عده‌ای از تیم‌های انتخاباتی دیروز اعتراضی مبنی بر تأخیر در اعلام نتایج نداشتند، اما امروز گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نارضایتیش را از این اقدام کمیسیون ابراز کرد. برای ما تأخیر در اعلان نتایج انتخابات قابل توجیه و پذیرفتنی نیست. اعلاناتی که تا امروز در مورد نتایج انتخابات صورت گرفته همه غیر واقعی و خلاف حقیقت است. هنوز هم آرای غیر بایومتریک از آرای صاف، پاک و بایومتریک تفکیک نشده. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نگران به درازا کشیدن شروع کار رئیس جمهوری است که از سوی کمیسیون برنده معرفی می شود. خیلی مهم است که همه سیاستمداران، احزاب سیاسی، نامزدان و مردم بدانند که تنها راه نظام قانون اساسی است. من هم می خواهم نتیجه انتخابات معتبر باشد و رئیس جمهوری را معرفی کند که دیگر قابل بحث و اعتراض نباشد و تضمین کند که زمینه اعتراض بازندگان را مساعد نکند. نتایج ابتدایی انتخابات به مدت نامعلومی به تأخیر افتاده. تأخیری که توقع را از کمیسیون انتخابات برای اعلام نتیجه شفافتر بیشتر کرده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، ساعتی پیش در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل، پایتخت افغانستان شد. وزارت دفاع افغانستان گفته آقای اسپر قرار است با رهبران احزاب عمده افغانستان دیدار کند و از وضع عملیات نیروهای آمریکایی هم اطلاع بگیرد. از زمانی که دونالد ترامپ به گفتگوهای آمریکا با طالبان پایان داد، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور در این مذاکرات، چند ملاقات غیر رسمی با طالبان داشته. اقدامی که به گمان زنی ها درباره احتمال تمایل آمریکا به اثر گرفتن مذاکرات دامن زده. یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید روابط مالی امارات متحده عربی با ایران بهتر شده و این کشور 700 میلیون دلار از پولهای مسدود شده ایران را آزاد کرده. اکبر ترکی گفته امارات از عربستان و آمریکا فاصله گرفته و روابطش را با ایران اصلاح کرده. به گفته این نماینده مجلس، صرافی‌های ایرانی در دبی دوباره فعال شدند. دولت آمریکا با هدف فشار حداکثری بر ایران، شبکه‌ای از صرافی‌هایی را که میگوید تحریم‌ها را دور می‌زند، تحریم کرده. بیشتر از محمد مسینانی، تاجر ایرانی ساکن دبی، درباره تغییر احتمالی در رویه دولت امارات نسبت به ایران پرسیدیم. داری که راجع به انتقال یا آزاد کردن پول ایران توسط امارات بوده، من تو رسانه‌های اماراتی یا از طریق مسئولین هیچ کدوم من نه تاییدی شنیدم و نه خیلی هم مهم اینو ارزیابی کردن. این فقط به صورت یه خبر که از طرف رسانه ایران عنوان شده بود عنوان شد. من شخصا یه احساسی دارم که یه نیازی برای بهبود روابط بین دو کشور وجود داره، اما در عمل فعلا هیچ اتفاق عمده، اتفاق محسوسی نیفتاده. یعنی مثلا ایشون فرمودن نماینده مجلس که صرافی‌های ایرانی باز شدن، نه همچی چیزی نیست. فعلا صرافی‌های ایرانی که بسته بودن همچنان بسته هستن، بعضی صرافی‌ها که با ایران کار میکنن همچنان کار میکنن، اما تعدادی از این صرافی‌ها و یا آدم های غیر صراف شرکت های تجاری زدن که عملا کار صرافی میکنن. البته دولت امارات هم امکان اطلاعاتیشو داره، هم به لحاظ قانونی امکان داره که این شرکت ها رو ببنده، ولی نبسته. خب این چیز مثبتی. چیز مثبت دیگه که من این چند وقت ظرف دو سه ماه گذشته دیدم اینه که برای بعضی از ایرانی ها ویزا صادر شده که معمولا صادر نمیشه، اما در این حال چیز متناقضی هم میبینیم. مثلا فرض بکنید که مثلا بیمارستان ایرانی ها برای گرفتن ویزای یک دکتر و متخصصش مشکل داره، یا باشگاه ایرانیان یا مدارس ایرانی. فعلا چیز خیلی تعیین کننده اتفاق نیفتاده، اما احساس من اینه که هم امارات هم ایران احساس کردن که حداقل روابط اقتصادی، تجاری و اجتماعیشون رو باید اینا تصحیح کنن. محمد مسینانی بود، تاجر ایرانی ساکن امارات متحده عربی. دولت بریتانیا دوباره تاکید کرده که این کشور 11 روز دیگر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. این در حالی است که بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دیشب علی‌رغم میل باطنیش نامه درخواست تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به بروکسل فرستاد. نامه‌ای که به همراه اون دو نامه دیگه هم
فرستاده شد و در اون بوریس جانسون دلایل مخالفتش با تعویق برگزیت رو توضیح داد. در همین حال اعضای ارشد حزب کارگر خواهان همه پرسی دوم درباره خروج شدند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. درخواستی برای تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که گفته بود زیر بار چنین درخواستی نمی‌رود، کمی پیش از نیمه شب دیشب به وقت لندن نامه را رسما به اتحادیه اروپا فرستاد. نامه بی امضا ظاهراً تنها برای سرپیچی نکردن از مصوبه مجلس عوام. این نامه را اما دو نامه دیگر همراهی می‌کرد. یکی نامه نماینده بریتانیا در اتحادیه اروپا که توضیحی بود درباره دلیل نبودن امضای بوریس جانسون زیر نامه اول، دلایل ارائه آن نامه و شرح بیمیلی نخست وزیر برای درخواست تعویق خروج، و نامه سومی که آن را هم آقای جانسون نوشته و البته امضایش را هم پایش گذاشته، با هشداری در این باره که تأخیر در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نادرست می‌داند. تنها دقایقی بعد از فرستادن این سه نامه، دونالد توسک رئیس شورای اروپا در توییتی دریافت نامه تعویق را تایید کرد. درخواست تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را دریافت کردم. روند شور و مشورت برای چگونگی واکنش به آن را با رهبران اروپایی آغاز می‌کنم. بریتانیا قرار است تا 11 روز دیگر یعنی 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود. نزدیک به 3 ماه پیش که بوریس جانسون سکان قدرت را از ترزا می نخست وزیر قبلی تحویل گرفت، وعده داد که تأخیری در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در کار نخواهد بود. تلاش چند هفته ای نمایندگان مخالف برگزیت یا دست کم مخالف با خروج بی‌توافق که تا دقیقه 90 ادامه داشت، سرانجام آقای جانسون را وادار به درخواست تعویق کرد. کاری که گفته بود ترجیح می‌دهد بمیرد تا آن را انجام دهد. حالا اما با فرستادن نامه‌های سگانه به بروکسل که نمایندگان مخالف آقای جانسون آن را نمایش خواندند، توپ در زمین اروپا است. 27 کشور اتحادیه اروپا باید به اجماع برسند که آیا یک بار دیگر به بریتانیا مهلت بدهند یا نه. آن هم در شرایطی که اروپایی‌ها تا همین حالا هم از پیامدهای برزخ مذاکرات طولانی جدایی بریتانیا ناخشنودند. فرانسه دیروز گفت تعویق دوباره برگزیت به نفع هیچ کس نیست. با زیر بار نرفتن حتی یکی از 27 کشور اروپایی برای تعویق، درخواست بریتانیا رد خواهد شد. دولت بریتانیا هنوز هم پافشاری می‌کند که 11 روز دیگر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. حالا اما چشم‌ها به بروکسل دوخته شده تا روشن شود 11 روز دیگر یک ستاره از 28 ستاره فعلی پرچم اروپا خواهد افتاد یا ماراتن مذاکرات 3 ماه دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. شبنم شعبانی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.